بله، عرض ادب و احترام داریم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران خانواده هفت. هر کجای این دنیای پهناور که هستید شاد و پیروز و سلامت باشید. یک بار دیگه جمعه شب و زمانی دیگه که با شما عزیزان بتونیم با هم خدا رو پرستش کنیم. و چقدر زیباست وقتی که زمان پرستش خدا به شکل دست جمعی میرسه. همه ما به عنوان فرزندان خدا خوانده شدیم که خدا رو هر روز در یک رابطه دو طرفه بپرستیم، با او مشارکت داشته باشیم، حرفای دلمون رو به او بزنیم و از او بشنویم. اما یک زمانی رو هم مقرر کرده خداوند که با خانواده الهی دور هم جمع بشیم و او رو بپرستیم و امروز زمانشه. بار دیگه به خونه‌های گرم شما داریم میایم و تا یه چیزی حدود، من به ساعتم نگاه بکنم، حدود 30 دقیقه دیگه کلیسای هفت آغاز میشه و ما مهمان خانه‌های گرم شما خواهیم بود و در این 15 دقیقه آتی من به اتفاق برادر عزیزم رضا جان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بله، مرسی. منم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان خانواده هفت. شب جمعه شما بخیر. امیدوارم که خوب سلامت همگی در کنار همدیگه در اون کانون گرم خانواده نشستین، منتظر این که کلیسای هفت شروع بشه و امروز یک پیغام دیگه رو از خداوند بشنوید. خدا رو شکر برای امروز، خدا رو شکر که امروز رو خداوند آفرید تا دوباره ما در کنار همدیگه بیستیم، دعا کنیم، پرستش کنیم، کلام خداوند رو بگیم، بشنویم و برکت بگیریم. امروز خداوند برای شما حتما یک پیغامی رو داره. خدا هر روز برای من پیغام داره، برای شما داره، برای بغل دستیتون داره. برای می خاطر پس منتظر میشینیم، منتظر کلام خدا هستیم، چون کلام خدا زنده است، تا ببینیم خادمین خداوند از طریق این کلام چه پیامی رو برای ما امروز خواهند آورد. خدا رو شکر. اما برادر رضای عزیز، ما همیشه به عزیزان میگیم عزیزان خواهشان برای زمان پرستش خداوند قلب ها رو آماده بکنیم. هدف از این 15 دقیقه‌ای که ما حدود نیم ساعت قبل از شروع کلیسای هفت میایم و 15 دقیقه برنامه زنده داریم در خدمت شما و با هم گپ و گفتگویی داریم، تو این 15 دقیقه در واقع داریم سعی میکنیم اون تمرکزمون رو از تمام دنیای اطراف برداریم و این تمرکز رو بذاریم صرفا برای خدا. و چقدر زیباست وقتی که با همه فکر و دلمون خدا رو میپرستیم. چرا ای گفتید چرا زیباست؟ چون کلام خدا ما رو به این موضوع دعوت میکنه. خداوند خدای خود را با تمامی فکر و دل و جان خودت محبت نما. آمین. و در واقع این آیه بسیار زیباییه که در انجیل متی فصل 22 آیات 37 تا 40 که از مسیح میپرسن، میگن بزرگترین حکم شریعت چیه و اولش اینو معرفی میکنه. شاهکار. و یکی از شاهکارهای کلامه، واقعا یکی از شاهکارهاست و میگه این از حکم اول اعظم و دومی نیز مانند همان است که همسایه خود را مثل خیشتن محبت نما، همانا که تمامی کتب و صحف انبیا در این دو حکم خلاصه شده است. و این در واقع کل آیه 37 تا 40 بود و چقدر زیباست. یکی از اون شاهکارهای کلام خداست که کلید داره میده، میگه خدا رو نمیتونی نصف نیمه در کنار بقیه مسائل و مشکلات روزمره زندگیت، حالا بیا یه دو دقیقه هم برای خدا هم مثلا این وقتی بذاریم. نه، شماره یک، خدا همه فکر، همه تمرکز، همه قلبم مال خداست. اگر الان زمانی رو اختصاص دادیم برای این کار، لغت تقدیس کردن یعنی اختصاص دادن برای کار به خصوص. اگر ما این زمان رو برای خدا تقدیس کردیم و میگیم خداوندا این موقع از روز روز پرستش شخصی منه، این زمان زمان پرستش دست جمعی منه و هیچ فکر دیگه ای رو اجازه نمیدم بیاد، کرای خونه، قبض، گرفتاری، بدهکاری، این و پول مدرسه بچه، مریضی، همه اینا هست، همه مردم دنیا هم بالا پایین دارن، ولی زمان خدا مال خداست. شادی خدا رو و حضور خدا رو نباید اجازه بدیم هیچ چیزی و هیچ کسی از ما بدوزه. و یادمون باشه، یه بار دیگه تاکید میکنم، یکی از نشانه های اینکه آیا ما پر از قوت خدا هستیم یا نه، یعنی که آیا شادی خدا رو فراتر از شرایطی که درش هستیم در خودمون داریم. اگر شادی خدا رو نداریم، یعنی کتک خوردیم از شیطان، یعنی وضعمون خرابه و از ما چیزی رو دزدیده، چون وعده خدا این شادی برای ما هست. فرزندان خدا، شادی خدا رو دریابید. آمین. آمین. خیلی محکمتر. آمین. آمین. هللویا. امیدوارم آمین. شما هم تو خونه هاتون به خدا با همین قوت آمین رو گفته باشید. پس قلم و کاغذ ها آماده، از کلام خدا میخوایم بشنویم. امروز روز مبارکیه برای ایمان مسیحی. جمعه صلیب بر شما عزیزان مبارک. به انگلیسی بهش میگن Good Friday یا جمعه خوب، به زبان فارسی میگن جمعه و صلیب. جمعه است که عیسی مسیح روی صلیب رفت. امروز بزرگترین کار تاریخ آغاز شد. آمی. یعنی یک
حرکت سه روزه بود که شروعش در یک چنین روزی بود و عیسی مسیح روی صلیب رفت و امروز در واقع برای مسیحیان روز بسیار مبارکی. ما برخلاف بعضی از مذاهب که وقتی رهبران و پیشوایانشون قدمی برداشتن تو سرزنون و خودزنون و خودکشون داریم، ما در مسیحیت شادی میکنیم برای اینکه مسیح رفت که من و شما نریم روی اون صلیب. و چقدر زیبا بود فداکاری عیسی مسیح، نه برادر رضا؟ دقیقاً، اصلا این نقشه خداوند بود که بیاد روی زمین و برای من گناهکار بره روی صلیب و امروز اتفاق بیفته. اگه امروز اتفاق نمیافتاد، هنوز رضا در گناه خودش بود و در دست شیطان بود و معلوم چه اتفاقی برای من میافت. چرا معلوم بود؟ در محکوم شده بودی؟ بله، در محکوم شده بودم و به سمت هلاکت با سرعت نور داشتی حرکت می‌کردی. دقیقاً. پس باید یک نجات دهنده میومد، باید یه اتفاقی میافتاد که ما رو از اون تاریکی بیاره بیرون. و همیشه اون توی دل انسان، بعضی عزیزان به من که پیغام میدن میگن توی دل من خالیه، یه چیزی کم دارم، نمیدونم چیکار کنم، با اینکه زیاد پرستش میکنم، نماز میخونم، نمیدونم مسجد میرم، بهش میگم خب یه چیزی رو تو کم داری، اون خدای واقعی هست. هللویا، خداوند رو بپذیر. بابا منم قاری قرآن بودم، شهادتم هم گفتم، خب هر کاری میکردم این تایب پر نمیشد. بله. چون که یه چیزی رو کم داشت، خداوند رو کم داشت و خداوند امروز اومد روی صلیب رفت برای این دل من. بله. برای اون برای اون گناهی که من کرده بودم، برای اون جایی که خالی بود، و مسیح امروز پر کرده و اون چی که در قلب من هست روح خداوند هستش، در قلب شما روح خداوند هست، در قلب تمامی عزیزانی که ایمان آوردن به عیسی مسیح. و چه روز بزرگی است، در اصل میشه گفت عید ما مسیحیانه. بله، دقیقاً همینه و یکی از در واقع اون روزهای بسیار شاد و تاثیرگذاری که سرنوشت ابدیت ما رو تعیین کرد و جابجا کرد. اما یه چیز، حدود 22 دقیقه و 48 ثانیه تا شروع کلیسای هفت ما زمان داریم. هفته گذشته که شما برای ما موعظه کرده زرجان، چی بود موضوع؟ که شما عزیز موعظه کردن که آقا همه چی تقصیر شیطونه. البته قبلش هم یه موعظه خیلی جالبی هم که شما انجام داده بودن، گفته بودن همه چیز تقصیر خداست. و ما هر دوتا موعظه رو گذاشتیم داخل سوشال مدیا، توی تلگرام گذاشتیم که شما عزیزان بتونید استفاده کنید، برکت بگیرید. موضوع هفته قبل که همه چیز تقصیر شیطان بود، به این موضوع پرداختن که خدا رو در جایی که به حساب شما میری پرستش میکنی، حالا در هر مذهبی که هستی، به شما دروغ معرفی کرده بودن. یعنی شیطان کارش همین هستش که خدای واقعی رو میاد به دروغ به شما یه جور دیگه معرفی میکنه و حقیقت کلام رو هیچ وقت به شما نمیگه. حقیقت کلام یه چیز دیگه است، ولی شما میایین دروغ ها رو باور میکنید، دروغ ها رو شما فکر میکنید درست هستش و ما رو به اشتباه میندازه. برای این خاطر ما رو به بیراهه کشیده میشیم. و این هستش که وقتی که با خداوند عیسی مسیح و راه درست کلام خداوند آشنا میشیم، به حقیقت دست پیدا میکنیم و اونجا هستش که کلام خدا میگه حقیقت تو رو آزاد میکنه. و وقتی به حقیقت، به اون سرمنشای حیات میرسی، آزاد میشی و لبریز از شادی و سلامتی. آمین. میرسی. اما امروز ما شام خداوند رو خواهیم داشت در کلیسای هفت. پس لطفاً نان و آب انگورتون یا حالا هر نوشیدنی قرمز رنگی که دارید رو به اون نشانه، در بعضی جاها بعضی ها شراب استفاده میکنن، ما در کلیسای هفت از آب انگور استفاده میکنیم و سمبولیست برای اون عهد و پیمانه در کاری که مسیح برای ما کرده. و این دستور مستقیم خود عیساست که از ما خواسته تا زمانی که او برمیگرده این رو به یاد او انجام بدیم. پس امروز آماده شید که در کلیسای هفت با هم دیگه عشای ربانی خواهیم داشت و خانواده با هم یک بار دیگه میریم همه خطاها گناهانمون رو میبریم زیر صلیب، صفر صفر میکنیم و امروز بار دیگه در یک عهد جدید با خدا، در پیمانی که با بدن مسیح و با خون مسیح وجود داره، ما شریک خواهیم شد. پس یادتون نره. اما هفته‌ای که گذشت برادر رضا، هفته تجهیز بود، هفته‌ای بود که مدرسه 412 معرفی شد و خیلی از زوایا و سوالات رو سعی کردیم پوشش بدیم. کماکان هست. خیلی سوالات برای عزیزان هست و پاسخ تمامی سوالات شما عزیزان رو خواهیم داد. نمیدونم بچه‌ها آماده دارن برای ما بذارن یا نه. وبسایت دانشگاه هفت.com رو برید و ثبت نام کنید و شروع کنید به این. صرفاً کلاس نیست، محلی است برای اینکه شما عزیزان بتونید بیاید و نه تنها از کلام خدا یاد بگیرید، بلکه با روش‌های خدمتی چگونه تبدیل بشم و عامل تبدیل باشم.
خودم چطوری زندگیم عوض شه و بتونم وسیله دست خدا بشم به دیگران کمک کنم که زندگیاشون عوض شه. و توی این مسیر مدرسه 412 سعی داره به شما کمک بکنه. به وبسایت دانشگاه هفت.com که بچه‌ها برای شما گذاشتن روی صفحه برید و ثبت نام کنید. خیلی آسونه، درس اول رو برید، برای شما این درس رو خیلی آسان در نظر گرفتن که بتونید راحت برید. و یکی از در این حال که آسونه، بسیارم پر محتواست، یعنی به شما کمک میکنه که عطیتون، هدیتون، قوتاتون و شخصیتتون رو از اون آنالیزی که اونجا وجود داره و از اون دروس و اون پرسشنامه هایی که هست، حتما پرسشنامه ها رو پر کنید، تکالیفش رو انجام بدید. برای شما ایمیل ارسال میشه و شما خیلی واقعیات رو راجع به خودتون خواهید شناخت که شاید تا به حال نمیدونستید. و ابزار بسیار مناسبیه که به شما کمک بکنه که پیدا بکنید و بفهمید که کی هستید، چی هستید، چه ماموریتی دارید و اصلا برای چی به این دنیا آمدید. و شما رو تشویق میکنیم که حتما در این جمعه صلیب که جمعه مبارکی است برید و این عهد و پیمان رو با خدا ببندید و شروع کنید. ما هم اینجا در کنار شما هستیم برای اینکه بهتون کمک بکنیم که شما به خواندگیتون، به اون رویایی که خداوند بهتون داده برسید، تا برای خدا شما قدم مفیدی بردارید که زندگی شما برای ملکوت خدا به حساب بیاد، چون به این موضوع فرا خوانده شده اید. آمین. اما تمام برنامه‌های ما کشش مهیار بر روی فیسبوک، بر روی یوتیوب خواهد بود به صورت لایو و وبسایت و جی ال ویز و ماهواره هم که کماکان داریم. بله. ما میایم حتی بعد از اینکه برنامه تمام شد، میایم اینا رو، فایل ها رو کوچیک میکنیم، هم صوتی هم تصویری. موعظه امروز رو صوتیش رو میذاریم داخل پادکست که شما میتونید حتی موعظه های هفته گذشته و سالهای گذشته رو هم حتی تو پادکست سرچ کنید، پیدا کنید و گوش کنید و برکت بگیرید. توی تلگرام هم این کار رو ما انجام میدیم، صوتی و تصویریش رو میذاریم تا شما عزیزان بتونید استفاده کنید و برکت بگیرید. حتما حتما مراجعه کنید به وبسایتمون، اونجا برنامه‌های ما حتی اومده آرشیو بندی شده. یوتیوبمون به صورت آرشیو هست، شما میتونید تمام برنامه‌های شبکه هفت رو نگاه کنید اگر که دسترسی به یوتیوب ندارید. و در ضمن اپ‌هایی رو هم که در گوشی خودتون استفاده می‌کنید، که عزیزانی که در ایران هستن حتما از اپ‌های استاندارد خود اون سیستم استفاده کنید. مثلا تلگرام رو نرید از تلگرام‌های که در ایران ساخته شده یا جای دیگه، چین، روسیه ساخته، چون اینا رو میان هک میکنن و راحت به کانتکت ها و اون افرادی که در گوشی شما هستن دسترسی پیدا میکنن و شما رو هم حتی ممکن برای شما مشکل درست بشه. پس خواهش میکنم از اپای مخصوص استاندارد خود هر نرم افزار استفاده کنید. بله. و خلاصه کلی راه ارتباطی برای شما عزیزان بازه که شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید. نمیدونم رادیو هفت اشاره کردی شما؟ رادیو هفت اون فعلا قطع هستش. قطعه؟ بله فعلا قطعه، ولی دارن بچه های بخش فنی روش کار میکنن که با امید خدا هرچه زودتر. بسیارم عالی، بسیارم عالی. خلاصه امکانات زیادی رو برای شما سعی کردیم فراهم بکنیم که شما عزیزان بتونید دسترسی داشته باشید. یکی از خدماتی که میتونید انجام بدید شیر کردن اینها روی صفحات در واقع سوشال مدیاتون هست. به طور مثال وقتی که موعظه رو میبینید یا حتی یه قسمتی هست به نام هفت در یک، هفت ضرب در یک رو شاید زیاد دیدید این رو در سوشال مدیا، یعنی نکات کلیدی موعظه، هر روز یک نکته رو در واقع تیم سوشال مدیای ما با در واقع کار برادر رضای عزیز، ایشون زحمت میکشن، تیمی هستن که اینا رو انجام میدن و بعد از رضا اینها رو تمامش آماده میکنه و میذاره برای شما عزیزان. روزی یک تونه هفت در یک رو میذاره. و یکی از کارهایی که شما میتونید بکنید اینه که این هفت در یک ها که نکات کلیدی در یک دقیقه یا چند ثانیه، به هفت در یک یعنی موعظه‌ای که در کلیسای هفت میشه در یک دقیقه، محتواش منظور این لغت اینه که یک پیغام رو داره به این ترتیب اعلام میکنه و زمانش کوتاهه. میتونید این رو صفحاتتون شیر کنید و این میشه خدمت، چون شما دارید کلام خدا رو نشر میدی و چقدر قشنگه. بی تفاوت رد نشید، صرفا خوبه که لایک میکنید، خوبه که محبت میکنید، کامنت میذارید که حتما کامنت بذارید، ولی شیر هم بکنید و بذارید بقیه هم و دوستان شما هم که صفحات شما هستن اونها هم دسترسی داشته باشن و بتونن از کلام خدا بهره مند بشن. به هم دیگه و به دوستان و خانواده هاتون فرکانس های جدید رو بدید. میدونید ما رو ماهواره 100 رفتیم و یه مقداری الان ممکنه توی این تغییر و تحول ماهواره یه مقداری شاید بعضی ها ما رو گم کرده باشن. به هم دیگه کمک کنید که بتونن
عزیزان خانواده همه با هم در این تغییر و تحول به این ماهواره جدید بیان و بتونن کماکان با ما در ارتباط باشن. اما یه چیزی حدود 40 ثانیه دیگه این قسمت برنامه ما به اتمام میرسه، ولی ما تا حدود 15 دقیقه دیگه به خانه های شما میایم با کلیسای هفت. با شما خداحافظی نمی کنیم، چون تازه گفتیم سلام و اومدیم به خونه های شما. تو این 15 دقیقه با پرستش خدا، با دعا، با آماده کردن ذهن و فکر و قلبمون میریم به حضور خدای صاحب جلالی که امروز میخواد من و شما رو ملاقات کنه و امروز برای شما میخواد یک مکاشفه عالی داشته باشه. شعار نیست، حرف الکی نیست، با ایمان و با توقع روحانی برید به حضور خدا، خداوند شما رو ملاقات خواهد کرد. پس تا 15 دقیقه دیگه که به خانه های شما میایم، فعلا خدا نگهدارتون. ماندم به راحت در انتظارت، باز دیدم در نهان اشک شرمت را، در شبهای تار آه سردت را، چون رفتی به راه پوچ گناه، باز گشتی ای جان تنها و غمین، اسیر ظلمت، اسیر گناه و حزین. نه این خواست من نیست، از من مگریز،
سویم بیا بخانم پدر بخانم ابا برگرد از این راه خطا نجاتم بپذیر ای جان مگریز رفتی به راه عصیان و گناه چون وانهادی عشق مرا گشتی تو در بیراهی دنیا نزدم بیا در ظلمت نما این فیض رایگان از خود مرا ای گم شده ای محبوب من باز گشتی ای جان تنها و غمین اسیر ظلمت اسیر گناه حزین این خواست منیست از من مگریز سویم بیا بخوانم پدر بخوانم ابا برگرد از این راه خطا نجاتم بپذیر ای جان مگریز که کرد نجات را مهیا به آن بر بحر صلیب جوجوت بیا بنوش از چشمه حیات راه عیساست تنها راه نجات بحر هر کس که آرد به ایمان گشتی ای جان تنها و غمی اسیر ظلمت اسیر گناه و حزین نه این خواست من نیست از من مگریز سویم بیا بخوانم پدر بخوانم ابا برگرد از این راه خطا نجاتم بپذیر ای جان مگریز بیا نزدم ای گران بار و زحمت کش و من تو را آرامی خواهم بخشید بیا نزدم بیا 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 بنوش از چشمه حیات در ظلمت نما نزدم بیا Thank you.
روزه او چون دوست در شب می آید بیداریم هوشیاریم تا شاه شاهان آید با اطمینان به حضورش خواهیم رفت چون ناممان در دفترش مکتوب است چون ناممان در دفترش مکتوب است برپاقیز بیدار شایی ما داد آمدن خدا بند ما ایسا نزدیک است برپاقیز بیدار شایی ما داد آمدن خدا بند ما ایسا نزدیک است وقتی که شیپور فرشته صدا کند وقتی که جانهای خوابیده بیدار شوند زنده در ابها رو بوده خواهیم شد به پیشواز خداوند که می آید به پیشواز خداوند که می آید بر پاکیست بیدار شایی ماندار آمدن خداوند ما ایسا نزدیک است بر پاکیست بیدار شایی ماندار آمدن خداوند ما ایسا نزدیک است پس در روز اول هفته هنگام سپیده صبح هنوتی را که درست کرده بودند با خود برداشته به سر قبر آمدند و بعضی دیگران همراه ایشان و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند چون داخل شدند جسد خداوند عیسی مسیح را نیافتند و واقع شد هنگامی که ایشان از این امر متحیر بودند که ناگاه دو مرد در لباس درخشنده نزد ایشان ایستاده بودند و چون ترسان شده سرهای خود را به سوی زمین افکنده به ایشان گفتند چرا زنده را در میان مردگان می طلبید؟ در اینجا نیست برخواسته است هللویا هللویا او برخواسته است به کلیسای خداوند به کلیسای هفت خوش اومدید خدا رو شکر دیروز با یکی صحبت میکردم تو صحبتاش همینطور طبیعی شبکه هفت رو میگفت شبکه خداوند این شبکه خداوند و اینقدر دل من گرم میشد چون که دل ما همینه همه چیز متعلق به اوست اگر هفت میگیم بالا سرش مسیحه هفت یعنی کاری که داریم میکنیم خود رو از دیگران جدا نمیکنیم ما در مسیح همه یک هستیم امروز روزی و سالگردیه که عیسی مسیح رو به صلیب کشیدن و این یک شنبه بر مرگ پیروز شد و از مرگ برخاست امروز میتونست غم‌انگیزترین روز سال باشه ولی میبینید ما با شادی شروع میکنیم چون که مسیح ما رو صلیب نجات رو برای ما خرید بر مرگ و گناه پیروز شد یک شنبه هم از مرگ برخاست و امروز خدا و خداوند و نجات دهنده ماست برای همین امروز میتونه در زندگی ما معجزه کنه امروز روز جشنه با اینکه امروز عیسی مسیح رو صلیب رفت ولی روز جشنه روز پیروزیه روز یاداوری کاری که عیسی مسیح رو صلیب بر گناه بر مرگ بر شیطان پیروز شد و ما امروز جشن میگیریم به نام عیسی مسیح خداوند
هم در اینجا در هر جایی که نام تو گفته میشه حضور تو هست. خداوند میگه اگر نام من رو بخوانید نجات خواهید یافت. خداوند دعا میکنم به طور خاص در این جلسه در من، در ما، در عزیزانم کار خاصی بکنی ای خداوند. میدونم همیشه آماده ای، ما هم آماده ایم در نام عیسی مسیح. آمین. به کلیسای خداوند خوش آمدین. من خیلی خوشحالم که در کنار ما هستین. برکت خداوند با شما باشه. ما مشتاق بودیم تا که شما عزیزانم رو ببینیم. من میخوام برای شما یه آیه رو بخونم که این آیه هستش از یوحنا باب 11 آیه 25 که اینطور میگه: عیسی گفت قیامت و حیات منم، آن که به من ایمان آورد حتی اگر بمیرد زنده خواهد شد. و هر که زنده است و به من ایمان آورد به یقین تا به ابد نخواهد مرد. آیا اینو باور میکنی؟ امروز سوال خداوند من و شما اینه که آیا من و تو اینو باور میکنیم؟ آیا من و تو ایمان داریم که وقتی ما به عیسی خداوند که بر مرگ پیروز شد، بر قدرت مرگ پیروز شد، من و شما با ایمان به مسیح عیسی میتونیم بر مرگ پیروز بشیم و تا به ابد زنده بمونیم؟ من دعا میکنم امروز به طور مخصوص برای شما که مرگ مسیح که سرشار از محبت برای من و شما به اسم عیسی مسیح امروز درکش بکنید. دعا میکنم که به عمق محبت، به پهنا درازا و وسعت محبت خدا نسبت به خودتون امروز آگاه بشین. دعا میکنم گوشهای شما به اسم مسیح عیسی امروز در این پرستش باز بشه، قلبهای شما پذیرای بذر کلام باشه. دعا میکنم که فکرهای شما پر از سلامتی و برکت باشه. به کلیسای هب خوش اومدین. با هم دیگه خدای قادر مطلق زنده رو پرستش میکنیم. بخوانی که
کلیسا شد باشه امروز پیروزی از آن او. زنگ ها فریاد کنید نجاتش بخوانید، کلیسا شد باشه امروز پیروزی از آن او. امروز خونی بر روی صلیب جاری شده است که پتروس میگوید از اون خون و از اون زخم ها ما شفا یافتیم. میخوام دعا کنیم برای کسانی که مریض هستن. اگر مریضی در بین شماست ما متحد میشیم و با ایمان دعا میکنیم. خداوند دعا میکنیم برای عزیزانی که در هر گونه مرضی هستن، روحی، جسمی، فکری. قوت قیام عیسی مسیح، قدرت خون ایثارگرانه عیسی مسیح، کلمه زنده خدا را بر روی زندگی عزیزان میباشیم. اعلام پیروزی میکنیم برای این عزیزان. خداوند شفا را از تو دریافت میکنیم. عزیزانی که در بیمارستان ها هستند، اسیر تخت خواب هستند، در خانه، در جای دیگر، خداوند هر گونه بیماری، هر گونه مرضی، خداوند به وسیله خون پر جلال عیسی مسیح امروز شفا بیابد به قوت نام پر جلال عیسی مسیح. آمین. 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 هللویا. به زخمایش شفا بخشی، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کنم، ویرانه را آباد. به زخمایش شفا بخشی، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کنم، ویرانه را آباد. چشمان پر نورش، تبسم بر لبان او، نگاهش قلب پتروس را هزار رشته بریش بمود. به هر ناهنگ شلاقی که بعد پشتش نوازان بود، سرودی زمزمه میکرد، پدر بخشا عزیزان را. به تم بگرفت همه دردی، همه زجر و همه زخمی، به جان بگرفت همه خاری، همه خفت و هر شرمی. زبه من به جان بگرفت صلیب و مرگ بران را، زبه من گناه گردید به فردا مزد مرگم را. به زخمایش شفا بخشی، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کنم، ویرانه را آباد. به زخمایش شفا بخشی، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کنم، ویرانه را آباد. زمان لرزی، هوا قرید، به خود پیچید، به بارک به بار باران، خداوند بر زمین خوابید. صدای گریه ای مادر، صدای یأس هر عاشق، بگردید خنده بر لبها، خداوند او را برخیزان. به زخمایش شفا بخشید، به خون از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کنم، ویرانه را آباد. به زخمانش شفا بخشی، به خونش از گناه آزاد، علاج و مرهم هر درد کند،
ویران را با به زخمهایش شفا بخشید و ما را از هر گناهی آزاد کرد. بله. و علاج و مرهم هر ویرانه ای اوست و هر ویرانه ای رو قادره که آباد کنه. ای خدا. و او امروز در این روز مبارک، در این روزی که براستی امروز عزیزان بزرگترین تبادل جهان هستی امروز صورت گرفت. بله. امروز بزرگترین مبادله تاریخ انجام شد. مبادله‌ای که بر روی دو تکه چوب بر روی صلیب تمام بهای گناه تمامی ابناء بشر امروز پرداخت شد تا من و شما به فراوانی تا به ابد زیست کنیم. ما خراب کردیم، کس دیگه بها داد. از این عشق بزرگتر کجا دیدید؟ به همین دلیلی که او قادره که هر ویرانه ای رو در زندگی من و توی عزیزی که الان داری ما رو نگاه میکنی و صدای ما رو میشنوی، او قادره هر ویرانه ای رو در زندگی شما آباد کنه. در من کرد، در ما کرد، در شما هم خواهد کرد. کافیه که امشب او رو صدا کنی با همه قلبت. شاید به آخر خط رسیدی و میگی خودکشی تنها علاج و درد منه. شاید شما کسی هستی که تصمیم به طلاق گرفتی و میگی دیگه زندگی من به آخر رسیده، امیدی برای من نیست. شاید از همه چیز دست شستی و ناامیدی و یأس سراسر وجودت رو فرا گرفته و شاید میگی ای کاش در اون شبی که پدر و مادر من رو درست کردن این اتفاق نمی افتاد و من به این دنیا نمی اومدم. ولی یه خبر خوش برات دارم، تصادفی به این دنیا نیومدی. خدا از تولد من شما هدف داشت، هدفی توام با عشق، و تاوانش رو داد 2000 سال پیش و به من شما امشب میگه به صلیب من نگاه کن، نگاهت رو به من معطوف کن، من برای تو نقشه های عالی دارم. شیطان از تو دزدید، این دنیا از تو دزدید، ولی من به تو اون رو مبارک هدیه خواهم داد، بسیار بیشتر از اون چیزی که داشتی، تا تو به ابد نعمت حیات رو تجربه کنی و من زمین دل تو رو شفا خواهم داد. پدر به نام عیسی مسیح دعا میکنم امشب هر دل مشتاق رو، امشب هر دلی رو که با امید و ایمان به حضور تو میاد ملاقات کن. و ایمان دارم پدری و خدایی که من و ما میپرستیم هیچ امیدی رو ناامید نخواهد کرد. در تو تمامی ایمان ما و تمامی وعده های تو بلی و آمینه. امشب به تو و به صلیب تو مینگریم و آنچه که تو برای ما روی اون صلیب انجام دادی رو با ایمان دریافت میکنیم، چرا که این حق ماست به عنوان فرزندان، حقی که تو به ما بخشیدی. به نام مسیح، آمین. چون بنگرم بر صلیبت بینم آن فیض عجیبت، بر رنج ها و بردای تو، بر پیروزی نهیبت، بر فیض تو جاری شد از خون و جسم تو عیسی، شفا دادی توی اول توی
سلطانه عالم شدم، شاه ما جان خود بدار تا سلطانه قلبم شود، صلیب تو تخت تو شد تا بران بن شینی پادشاه، تا آشکار سازی عشقت را بر روی کوه جلجت را، پادشاهان جان میگیرم تا سلطان عالم شدم، شاه ما جان خود بدار تا سلطان قلبم شود. آمین آمین. میخوام با من این دعا رو بکنید عزیزان. بعضیا میگید خب چه خوب دعا میکنید، منم میخوام دعا کنم. با من این دعا رو بکنید، اگر تو قلبتونه به زبان دعا کنید، هر جا هستی تو دلت هم دعا نکن، به زبان بیار. بله. و بگو ای خداوند عیسی مسیح، تو پادشاه عالم هستی، نه به زور، نه به تهدید، نه به شمشیر، بلکه با محبتت منو جذب کردی. بگید خداوندا من مال تو هم، چون تو برای من جان دادی. زندگیمو به تو تقدیم میکنم. دعا کنید، قدرت داره. خداوندا زندگیمو به تو تقدیم میکنم، چون تو اول زندگی تو به من تقدیم کردی. خداوندا برای تو زندگی میکنم، چون تو اول برای من مردی و برخواستی تا صاحب و مالک من باشی. و این دعا رو میخوام بکنید، خداوندا تمام زندگی ما امروز به تو تقدیم میکنم، هر مسئله و مشکلی رو به تو تقدیم میکنم. تو زندگی الان چه مسئله ای داری؟ بیمار هستی، بی پولی، ناامیدی، هر چه که داری در زیر صلیب عیسی مسیح، همه چیز از زیر صلیب شروع میشه، برکت از این صلیب شروع میشه. پس بیایید با من دعا کنید. چه چیزی الان تو رو ناراحت میکنه؟ چه چیزی داره تو رو پایین میکشه؟ چه چیزی داره تو رو خورد میکنه؟ خداوند آن چه که در زندگی های ما از تو نیست، خداوند تو خدای برکات هستی، هر چه که از تو نیست از ناامیدی هامون زیر صلیب تو میگذاریم. و بگید خداوندا ناامیدی هامو زیر صلیب تو میگذارم، مریضی هامو زیر صلیب تو میگذارم، بی پولی هامو زیر صلیب تو میگذارم، ترس هامو خداوندا زیر صلیب تو میگذارم، و تو و روح تو را امروز دریافت میکنم در نام عیسی مسیح. آمین. ای عیسی
تمام شد، زخمای ما، دردهای ما تمام شد و محبت خدا روی تمام زخمای ما رو پوشون. عشق خدا، محبت خدا، لطف خدا زندگی ما رو در بر گرفت. میرسیم به یکی از بهترین قسمت پرستش ما، بهترین قسمت پرستش ما، اون چیزی که خودش به ما داده، او رو به او تقدیم میکنیم. گوشه ای از محبت خودمون رو به او ثابت میکنیم عملا، در نام عیسی خداوند، آمین. جلالت دهی پاچاه پر جلالت و نای برکت و سود، جلالت دهی پاچاه پر جلالت و نای برکت و سود. بی سراییم جهان سرایت پرستی دورا تا عبد الاباد، می سراییم جهان سرایت پرستی دورا تا عبد الاباد. قوم ها بخوانند نام او را و کلیسا گوید آمین، قوم ها بخوانند هللویا و کلیسا گوید آمین، گوید آمین. جلالت دهی پاچاه پر جلالت و نای برکت از توست، جلالت دهی پاچاه پر جلالت و نای برکت از توست. می سراییم جهان سرایت پرستی دورا تا عبدالعباد، می سراییم جهان سرایت برکت از توست عیسی مسیح. قوم ها بخوانند نام او را و کلیسا گوید آمین، قوم ها بخوانند هللویا و کلیسا گوید آمین، قوم ها بخوانند نام او را و کلیسا گوید آمین، قوم ها بخوانند هللویا و کلیسا گوید آمین، و کلیسا گوید. سایرم رو جمع میکنم اینجا تقدیم به شما. بله. من مایکم میتونم داشته باشم؟ خیلی خوب. خب امروز کشیش سپهر عزیز مهمان ما هستن در کنار ما و یه خدمت ما سالا با هم خدمت کردیم، ولی حس میکنم وارد یک فصل جدید همکاری شدیم، به خصوص با شروع این مدرسه و دانشگاه هفت، دوره تربیت، دوره تجهیز که شروع کردیم این هفته. هر روز هفته برنامه زنده داشتیم و امروز هم میخوام یادآوری کنم، امروز روز صلیب هست، روزی که مسیح به صلیب کشیده شد، ولی دو روز دیگه روز سوم از مردگان برخاست. و امروز میخوام یک کاری با هم بکنیم، ما با هم همکار و هم خدمت هستیم. امروز یک کار خاص، کش سپه یک قسمت از موعظه رو خواهد کرد و بعد من قسمت دومش رو. این نشون میده چقدر به هم وصلید، دو یک در خداوند. و واقعا باید نمونه بگذاریم، ما خادمین خدا، و میدونم خیلی عزیزان برکت میگیرن وقتی خادمین خدا انقدر با هم اینطوری به هم وقت هستیم. مرسی هللویا. بله، شکر. روز جمعه صلیب بر همه شما مبارک باشد. خیلی خوشحال هستم که در میان این عزیزان هستم و شکر میکنم که فرصتی هست تا اون چی که در قلبم هست با شما در میان بگذارم. و برای این روز زیبا، این روز مبارک، این روز سرنوشت ساز، خدا رو بسیار شکر میکنم. خاطرم از اولین اشعاری که من مینوشتم در سن 17-18 سالگی بیشتر متمرکز صلیب بود و در اون ایام نوشتم: چشمه خون ز جلجتا گشته روان به سوی ما، چشمه خون ز جلجتا گشته روان به سوی ما، تا سیاهی ز ما برد هم دهد آبروی ما.
خون پسر شفاعت است تا ز گناه رها شویم. خون پسر شفاعت است تا ز گناه رها شویم، ورنه پدر کجا کند میل و نظر به کوی ما. و خدا رو شکر میکنم بر این عظمت، بر این برکت. برادر و خواهر عزیزم، روز جمعه صلیب، روز مرگ یک قدیس نیست، روز شهادت یک مرد مذهبی که برای تحمیل عقیدهش به مردم دیگر جنگید و در حین جنگیدن به قتل رسید. و این روز رو بیاییم یک روز مبارک بدانیم یا یک روز خیلی غمگین که آقا رهبر مذهبی من در جنگیدن برای تحمیل عقیدهش به دیگران مرده. این روز، روز مرگ یا کشته شدن یک قهرمان ملی و میهنی نیست، کسی که در واقع برای دفاع از مملکتش کشته شده. این روز، روز مرگ یک سردار نظامی برای کشورگشایی نیست، بلکه این روز، روز عشق واقعی است. هللویا. این روز، روز پرداخت قیمت عشقی است که خدای عاشق به انسان سقوط کرده ای مثل من و شما دارد. او روی صلیب قیمت عشقش را پرداخت کرد. او روی صلیب اعلام کرد که به وسعت تمام زندگیم، تمام جانم، تمام نفسم، تمام فکرم، تمام قوتم، تمام اقتدارم شما را دوست دارم. چون او فرموده بود خداوند خدای خود را به تمام دل، به تمام جان، به تمام خاطر و به تمام قوت محبت نما. و قبل از این که ما به تمام دل او را محبت کنیم، او روی صلیب جلجتا به تمام دل و به تمام عشق و به تمام قدرت خود عشقش را ثابت کرد و گفت شما را دوست دارم. بیاییم به این صحنه در روزی که مسیح رو دارن صبح جمعه به طرف جلجتا میبرن، وارد اون کوچه بشیم، اون خیابان بشیم، در جاده های اورشلیم. عیسی مسیح در زیر بار صلیب رو به طرف جلجتا می رود و زنانی در اونجا هستند که شروع می کنند به نوحه خواندن، به گریه کردن. آی مسیح رو کشتن، آی جوان مردم رو کشتن. و عادت دارن اینجور افراد به اینجور حرکت ها. عیسی مسیح از زیر صلیب بلند شد و به اونها نگاهی کرد و گفت برای من گریان مباشید، برای من اشک نریزید، ماتم برای من نکنید، زیرا که روزی می آید برای نسل آینده شما که شریر شماها رو و فرزندان شماها رو مورد تهاجم قرار میدهد. برای من اشک نریزید، بلکه به جهت خود و اولاد خود. به امروز میخوام به شما عرض بکنم برادر و خواهرم، اون اشکی که اون روز این مردم، این زنان، این نوحه‌گران مذهبی به طرف عیسی داشتن، بعدن گریبان خودشون رو گرفت. اما اگر همه چیز در روز صلیب ختم میشد و تمام میشد، من مطمئن هستم این گریه تا به الان هم ادامه داشت. اما خدا رو شکر میکنیم که او بعد از 3 روز از مردگان برخاست. هللویا. برخاست و اشکهای ما را به خنده تبدیل کرد. قدرت خون عیسی مسیح قدرت حفاظت ما در مقابل ادعاهای شیطان است. میخوام به شما بگم این روز اینقدر مهمه، صلیب عیسی مسیح اونقدر دارای اقتدار است، اونقدر دارای اهمیت است که تمام دنیای غیر مسیحی
بزرگترین حمله هاشون رو به روی صلیب میکنن و میخوان صلیب شدن عیسی مسیح را کاملا انکار کنن. چرا باید صلیب را انکار کرد؟ صلیبی که ریشه های تاریخی و باستانی و حالا غیره دارد. میدونید چرا؟ چون در صلیب تنها جایی است که سر شیطان زیر پای عیسی مسیح کوبیده شد. آمین. ما اون شیطانی که دنیا داره تفسیر میکنه، شاخ دارد، دم دارد، سم دارد، قدرت دارد، شیطان چنین است رو نمیشناسیم. کتاب مقدس شیطانی را میشناسد که در جلجتا زیر پای عیسی مسیح سر او کوبیده شده است. میخوام به شما خبر خوش بدم خواهر و برادرم، اسیر هر گونه مشکلاتی از جادو و جنبل و رمالی و غیره و روح و شریر و شرارت و احساس منفی و غیره در خون عیسی مسیح اقتدار است. چرا؟ چون سر شیطان مرکز قدرت شرارت در زیر صلیب خم شده است و کوبیده شده است. اگر شما به عهد عتیق برید، اگر وارد کتاب پیدایش بشید، در اون روزی که در واقع شریر وسوسه کرد و انسان گرفتار وسوسه و سقوط شد، خدا این رو اعلام کرد، گفت شیطان بین تو و بین ذریت زن یک جنگی است و او سر تو را خواهد کوبید، او سر تو را خواهد کوبید، او سر تو را نابود خواهد کرد. و صلیب سند کوبیده شدن سر شیطان است. هللویا. امروز اعلام پیروزی است برای من، برای شما که او دارای اقتدار است. در این اقتدار بمانید و خدا را شکر کنید و برای این ارزش قائل باشید. صلیب یک وسیله نیست که توی گردنت بگذاری، تو تاقچه بگذاری، سر قبرامون بگذاریم، در خونه هامون بگذاریم. صلیب یعنی پرداخت عشق خدای عاشق برای انسان سقوط کرده. فیض خدا با شما باشد. امیدوارم که ما بقیه این پیغام رو برادر عزیزم کشیش هرمز ما را برکت بدن و با هم همکاری میکنیم. وقت داری هنوز؟ خیلی سوسو تموم کردی. بفرمایید. بله، مرسی. بله، صلیب رو بسیار عالی صحبت کردیم. ما امروز شام خداوند خواهیم داشت، اگر میبینید روی میز، و شام غریبان نیست، یادآوریه. مسیح خودش گفت هر موقع جمع میشید، و شریعتی هم نیست، نمیگه هر روز مثلا هر ساعت اینطوری به این صورت، فقط میگه به یادگاری من انجام بدید، به یاد میاریم. و چقدر خوبه در این جمعه صلیب به یاد بیاریم کارهای خداوند رو. و در این مراسم یا در این یادآوری دو چیز رو به یاد میاریم، نان هست و بعد اون شراب هست. میگه نان بدن منه که برای شما داده شده. بعد خب میگیم خب اونو که دادی، و الان برادرمون صحبت کرد که وقتی مسیح رو صلیب جان داد چه کارهای عظیمی برای ما کردش. و بعد حالا پس این شراب، خب اون چی؟ اون چه کار کرد؟ خب این دوتا یکیه، یکی نیست. نان نشانه بدن مسیح و صلیبیه و اون چیزهایی که خدا برای ما مهیا کرد. نان نشانه جمعه است، شراب نشانه یک شنبه است که از مرگ برخاست. نشانه اون روح خداست که میگه روحی که مسیح رو از مرگ برخیزانی در شما هست. نشانه قدرتی است که بر مرگ هم پیروز میشه و خدا میخواد هر دو رو داشته باشیم. میدونید در ایمان مسیح مثل که همه چی برعکسه و افراد همیشه مرتب تعجب میکنن. مسیح حرفاش همیشه برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم، برعکس اون چیزایی که مذهب به ما میگه. مسیح میگه که برای اینکه زنده باشی باید بمیریم. مسیح میگه دادن از گرفتن فرخنده تره و هر چی که گفت خودش انجام داد. خودش انجام داد، نمونه شد. بگه فقط میگه حرف نمیزنم، ببینید من دادم،
جانم را دادم. ببینید چقدر فرخنده شد. من از خودم به شما دادم. دیدید چقدر زندگی های شما عوض شد و شما هم همین رو تکرار کنید. پس در نان اینه که خدا برای ما چیکار کرد و در شراب اینه که همونو ما به قدرت روح القدس از او نمونه میگیریم، همونو انجام میدیم. مسیح میگه هر کی که میخواد اول بشه بعد آخر بشه، کسی که میخواد سر باشه باید خدمتکار باشه. سرود رو خوندیم، میگه پادشاهان جان میگیرن تا پادشاه و سلطان این جهان باشن، ولی در راه مسیح و خودش نمونه شد، میگه که من سلطنت من در دنیا مثل اینها نیست. عیسی مسیح سلطان قلب‌های ماست. عیسی مسیح دنیا میگه که باید به زور گرفت، حق تو باید بگیری، و مسیح میاد میگه نه، یک نوع دیگه زندگی هست که بهتر از اون جواب میده. زندگی تو عوض میکنه، دنیا رو عوض میکنه، خانواده رو عوض میکنه، کشورها رو عوض میکنه. راه‌های مسیح درست برعکس فکرهای ماست. بعضیا میگن شما روز جمعه و این صلیب، شما اصلا میگه شما چرا صلیب رو جشن میگیرید؟ این پیامبر شما، رهبر شما رو صلیب کشتن، شما هی صلیب اینجا گذاشتید؟ یکی میگفت مثل اینه که مثلا پدر عزیز منو یک کامیون کشته باشه، زیر کامیون رفته باشه، بعد من مثلا این کامیونه رو بندازم گردنم بگم که ببین اینا، این بابامو، این کامیونه بابامو کشت. ولی در همون مردن عیشای 53 میگه که خدا برای ما چیکار کرد. بر مرگ پیروز شد. آمین. میگه آمد که نجات بده، آمد که شفا بده، اومد که آزاد کنه. عیسی مسیح میگه ماموریت من اینه و همه بهاش رو صلیب دادم و بر اون مرگ پیروز شدم، بر شیطان پیروز شدم. پس از چی میترسی؟ بیاید، بیاید در پیروزی من شریک بشید. در نان ما عیسی مسیح برای ما میمیره و در شراب میگه که بیایید در رستاخیز من شریک بشید. من یه چند تا آیه از رومیان میخونم و بعد با کش سپهر عزیز ما نان و شراب رو خواهیم داد. در رومیان فصل 6، در رومیان فصل 6 از آیه 3 میگه که آیا نمیدونید که جمعی ما که در مسیح تعمید گرفتیم در موت او تعمید گرفتیم. آمین. در موت او تعمید گرفتیم. یعنی روز جمعه که به صلیب، یا هر روزی که به صلیب نگاه میکنی یه یاداوری، یا هر موقع نان شام خداوند رو میگیری یاداوریه، آهان مسیح مرد و من که تعمید گرفتم در مرگ او تعمید گرفتم. و بعد خودش باز میکنه میگه که وقتی تعمید میگیریم با او دفن میشیم و وقتی از آب بیرون میایم با او زنده میشیم، از مردگان برمیخیزیم. هیچ میدونستی تعمید یعنی این؟ تعمید یه مراسم نیست. تعمید داره میگه که من، تعمید چیز شبیه نان و شرابه، میگه من مردم با عیسی مسیح، میری زیر آب و بعد بلند که میشی میگی حالا در مسیح زندم. او از مرگ برخاست، من هم برخاستم تا یک زندگی تازه داشته باشم. هللویا. اونایی که به مسیح ایمان آوردید، حتی شاید تعمید گرفتید ولی زندگیتون تغییر نکرده، کلام خدا میگه خود را بیازمایید، شاید ایمان شما کاذبه، شاید ایمان شما فقط احساسیه، شاید کاری انجام نشده. چند ماه پیش با یکی رو آنلاین بشارت میدادم، میامد و اول زیاد علاقه نداشت، بعد علاقه نشون داد، سوال میکرد، جواب میگفتم، بعد آخرش گفت من میخوام مسیحشم. با هم دعا کردیم و گفتم حالا برو کلام رو بخون، هفته بعد صحبت میکنیم. هفته بعدش که اومد گفتم کلام رو خوندی؟ گفت نه. بعد گفتم بخون. بعد نه اینکه خوندن کلام ما رو مسیح میکنه، من دارم میگم که وقتی به مسیح ایمان میاری و میمیری یک زندگی در توست. بعد از چند هفته که باش کار کردم هیچ تغییری نکرد، همون آدم قبلیه. بعد گفت چرا من مسیحی شدم؟ گفتم نه، نشدی. نشدی. میگه چرا نه؟ میگم باید زندگی تازه در تو جوانه بزنه، نمیگم یک شب کامل. هر که به مسیح ایمان میاره میمیره و بعد دوباره زنده میشه. بعد اینجا میگه که ما نیز همونطور که مسیح از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار میکنیم. ایمان مسیحی یک مردن داره، یک زنده شدن. خود مسیح مرد و زنده شد، ما با مسیح میمیریم و با مسیح زنده میشیم. اگر در میخوایم در حیات او شریک باشیم، باید در مرگ او حیات شریک باشیم. این یک نکته بسیار مهمه، خوب توجه کنید. ما مرگ رو دوست نداریم، ما صلیبی که مسیح روش مرد رو دوست داریم، چون به ما، برای ما برکته.
این قسمتش عالیه، عالیه. اینی که مسیح برای من مرد، برای تو مرد، شفا داد، به ما آمرزش گناهان داد، به ما هویت داد، فرزند خدا شدیم، به ما آینده داد، همه اینها عالیه. ولی این نصف مسیحیته. ما امروز تمام مسیحیت، نانو میگیریم، شرابو میگیریم. شراب اینو میگه که تو در مرگ صلیب مسیح شریک میشی تا در حیات او شریک میشی. شراب میگه که حالا او مرد، حالا تو برای او، برای تو مرد، حالا تو برای او زندگی کن. وقتی شراب رو میگیریم، وقتی نان رو میگیریم، میگیم خداوند تو به یاد میاریم تو برای ما چه کار کردی، تو روی صلیب بها دادی. و با شراب به یاد میاری من میخوام برای تو زندگی کنم، من میخوام برای تو برای تو حیات باشم، برای تو جلال باشم. یه چیزه، فکرامون عوض کنیم. فکرهای خدا با فکرهای ما فرق میکنه. ما مرگ رو نمیخواد، این نفس نمیخواد بمیره، خیلی ازش در میریم. در صورتی که خدا برعکس میگه، میگه تا دانه نمیره جوانه نمیزنه. میگه در اون پیروزی، در اون مردن در زندگی قبلی توست که حیات تازه من جاری میشه. میخوام فکرامون عوض کنیم، فکرامون نسبت به صلیب عوض کنیم. این یک تراژدی نبود، یک پیروزی بود. فکرامون راجع به مسیح عوض کنیم. او یه پیامبر مرده نیست، او نجات دهنده زنده است. فکرامون رو عوض کنیم. مرگی که اینجا میگه، تا کلمه مرگ میگه ما باید در مسیح بمیریم. میدانیم آیه 6 در رومیان فصل 7، رومیان فصل 6 آیه 6، زیرا این را میدانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه نابود بشه، دیگر گناه رو بندگی نکنیم. بعد آیه 8، هرگاه با مسیح مردیم، پس یه مرگ، پس مسیح مردیم، اگر مردیم، هرگاه مردیم، یقین میدانیم با او زیست خواهیم کرد. این دوتا با هم میاد عزیزان. در ایمان مسیحی هر دو با هم میاد. مسیحیانی هستیم که قسمت صلیبشو گرفتیم، عاشق مسیحیم، دریافت کردیم مسیح جان شفا، نجات، آزادی. ولی مسیحیان ضعیف هستیم، چون مسیحیتو نصف گرفتیم. نصفه دیگهش که قدرت درشه، تا کلمه مرگ میاد فهم میکنیم ضعف و بدبختیه. نه، یه چیزی در ما، در ما مرده. خدا میگه این جسم مردت رو نذار تو رو کنترل کنه، بذار روح من تو رو کنترل کنه. خیلی از ما مسیحیت نصفه داریم، خیلی از ما مسیح رو به عنوان نجات دهنده پذیرفتیم، ولی به عنوان خداوند که سر من باشه، قدرت من باشه، هادی من باشه. خیلی از ما از مصر بیرون اومدیم ولی وارد وعده های خدا در سرزمین کنعان نشدیم. خیلی از ما نجات مسیح رو گرفتیم ولی با روح القدس آشنا نیستیم. بقیه مسیحیت، بیایید مسیحیت کامل رو بگیریم. مسیحیان ضعیف زیادن، نجات رو گرفته ولی بقیهش رو نمیدونه چیه. بقیهش میگه چرا من با گناه اینقدر در مقابل گناه وسوسه ضعیفم. گناه در ما هست، گناه ریشه هاش هست، قدرتش نیست. وقتی به مسیح ایمان میاری قدرت گناه از ما نابود میشه. به قدرت کلام خدا میگه اگر نفس رو به قوت روح القدس بکشی، خواستای نفس رو انجام نمیدی، اگر اون رو مصلوب کنی. مصلوب شدن، اول امیدوارم این اقلا اینو امروز بگیرید، مردن در مسیح یک چیز منفی نیست، بزرگترین پیروزیه، هدفه، چیزی که ما رو پایین میکشه. در دوم تیموتائوس خیلی قشنگ 2:11 میگه اگر در او مردی، حالا در او زندگی هم خواهی کرد. در همین فصل 7 رومیان آیه 6، 7، 6 خیلی قشنگ میگه، میگه الان چون برای آن چیزی که در آن بسته بودیم مردیم. میدونی چی داره میگه؟ میگه یه چیزهایی بسته بودیم، ما رو گرفته بود، اسیر بودیم، یه چیزهایی مانع برکات ما بود. خیلی ها به مسیح ایمان آوردید، میگید این برکاتی که میگید کجاست؟ یه چیزهایی مانع برکات بود، اون مانع من و توییم. یه چیزهایی مانع شده بود ولی به خاطر مرگی که در مسیح داریم از شریعت آزاد شدیم تا در تازگی روح حالا مسیح رو بندگی کنیم. بیایم امروز راجع به مرگ در مسیح فکرامون رو عوض کنیم. همونطور که نظرمون راجع به مرگ مسیح رو صلیب عوض کردیم، بیایم نظرمون رو مثبت کنیم.
مثبت کنیم که من میخوام این نفس برای من چی کار کرده جز اینکه مانع باشه. خواسته های خودم، هدف های خودم، دل خودم، راه های خودم، افکار خودم برای من و تو چه کار کرده جز مرگ، جز نابودی، جز دل سردی، جز شکست. امروز وقتی نان شام و خداوند رو میگیریم بگیم خداوند اولش بله شکر گرفتم، گرفتم برای کاری که تو برای من کردی، ولی من کامل میخوام، مسیحیت کامل رو میخوام، میخوام از روح تو پرشم، منم میخوام با تو مسلوب بشم. راه پیروزی عزیزان، راه پیروزی در زندگی اینه که بعد از اون که به مسیح ایمان میاری در مسیح بمیری و در مسیح زندگی کنی. تنها راهش اینه. اگر تا آخر عمرت یک مسیحی ضعیف، آبروی مسیح هم شاید ببریم، خیلی از ما میبریم، اسممون مسیحیه ولی رفتارمون نیست، گفتارمون نیست، با گناه دست و پنجه نرم میکنیم و شکست میخوریم. همه ما با گناه دست و پنجه نرم میکنیم، فقط فرقش اینه که در روح خدا، در رستاخیز مسیح میگه در اون روحی در شماست که مسیح رو از مرگ برخیزانید. پولس میگه چه دعا میکنم چشمان دل شما روشن بشه، اون در شما، شما میتونید، میتونید بر دنیا، بر نفس میتونید، نه اینکه اتوماتیک وار میشه، میتونی بر دنیا، بر نفس، بر خود شیطان هم پیروز باشی. پس بیام امروز هم صلیب رو جشن میگیریم و به یاد میاریم و شکر میکنیم خدا رو. بیام امروز در شراب نیست بگیم حالا من میخوام در نفس بمیرم، این نفسی که زندگی منو نابود میکنه، بلکه روح تو در من عمل بکنه. کشت پر عزیز، میخوام نان و شراب رو بگیریم. شما هم عزیزان این مقدمه رو که میگی برید یه تیکه نان، یک نوشابه بیارید، مسیح میگه به یادگاری من بگیرید. اینا گاهی بعضی خیلی روی اینا چیز میکنن که این دقیقاً باید چی باشه، اشکال نداره، میگن حتما باید خمیر مایه نداشته باشه، عالیه، چون معنیش براشون بهتر میشه. ولی مسیح میگه به یادگاری من انجام بدید، به یادگاری او انجام میدیم. کشت پر عزیز، قبل از نان اگر یک آمادگی چیزی میخواید صحبت کنید که قبل از نان رو بگیریم. بله. فقط میخوام این نکته رو بگم برادر و خواهر عزیزم، چنان که گندم خورد میشه، آرد میشه، پخته میشه، بدن عیسی مسیح همینطور برای من، برای شما روی صلیب تکه تکه شد، پاره شد. چنان که انگور فشرده میشه و آبش گرفته میشه، خون عیسی مسیح فشرده شد. و اون روز وقتی مردم میخواستن بگن عیسی کجاست، عیسی چطور از مردگان برخواسته، شاگردش گفت من باور نمی کنم. در آن روز عیسی مسیح جای زخم ها را نشان داد و زخم ها ثابت کرد عیسی از مردگان برخواسته است. اما امروز، امروز برای من، امروز برای شما، امروز برای کلیسا، امروز برای اینکه دنیا باور کند عیسی مسیح برخواسته است از مردگان، من و شما باید جای شفاها رو نشون بدیم. او جای زخما رو نشان داد، ما باید جای شفاها رو نشان بدهیم و شفای او به وسیله اتحاد در بدن اوست و نه فقط بردن اسم او. من علاقه دارم به آنتیبیوتیک، من دوست دارم ویتامین سی، هیچ چیز رو عوض نمی کنه. من در کلوبی هستم که اسم تمام داروها در آن است، چیزی رو عوض نمی کنه. برادر و خواهر عزیزم، امروز در بدن مسیح و در خون پرجلال عیسی مسیح بیایید با هم دیگر عهد ببندیم، عهد جدید، عهد وفاداری، عهد سرسپردگی. بگوییم خداوندا قدرت تو، اقتدارت، فیضت، رحمتت برای من، روی من و گناهان من، ضعف‌های من، مشکلات من در پیش پای تو. آمین. بفرمایید. دعا کنید.
خداوند رو دعا میکنم امروز عزیزانی که در این نان عهد میبندند با تو مبارک باشن. متشکریم برای که بدن تو روی صلیب برای من گناهکار برای ما پاره شد و تو رو شکر میکنیم به نام مسیح. آمین. مسیح شب آخر که قبل از اون که تسلیمش بکنن نان رو گرفت پاره کرد گفت این بدن من برای شما داده میشه و بعد شراب رو نوشابه رو گرفت و گفت این نشانه عهدیه که من با شما میبندم عهد جدید. عهد چیه؟ عهد دو طرف داره. در قسمت اول عیسی مسیح جانش رو برای ما داد با ایمان دریافت میکنیم. در قسمت دوم میگه باید عهد میبندم و اون اینه که آنچه که من هستم حالا تو باش، آنچه که من برای تو کردم تو برای دیگران بکن، در کار من با راه من شریک باش، تو مال من و من مال تو باشم. این عهد دو طرفه است. اگر در فقط در نان باقی بمونیم، عیسی برای من چیکار کرد؟ عیسی بیماری منو شفا داد، عیسی با من تنهایی منو برمی‌داره. درست. حالا مسیح میگه برای تو مردم، به تو برکت دادم، حالا تو برای من زندگی کن و برای دیگران برکت باش. وقتی شراب رو میگیریم به یاد بیاریم خداوند ما رو خونده وارد یه عهدی، عهد رو باهاش تجدید میکنیم. وقتی شراب رو میگیری میگه خداوند تو مال منی و من مال تو هم. تو به من برکت دادی، حالا من برای دیگران برکت هستم ای خداوند. تو منو شفا دادی، من برای دیگران شفا هستم ای خداوند. تو من نجات دادی فرزند تو باشم، تو منو خود رو جلال دادی، حالا جلال تو از من در دنیا نمایان بشه، بگذار مردم تو را در من ببینن. و بعد میگه آخه من خدا و مسیح میگه که نه تو، من در تو. پس این عهد این نیست که خدایا تو بشین من میرم این کارا رو میکنم. این عهد اینه که خداوندا
عهد میبندم تو در من اجازه داری در خود من عمل کنی و از طریق من عمل کنی. آماده ایم؟ میخوام امروز این عهد رو ببندیم. پس نوشابه رو بگیرید و صبر کنید، با هم دعا میکنیم. به یاد صلیب گرفتیم، این رو به یاد یک شنبه. اون برای جمعه بود، این برای یک شنبه است. اون برای مرگ بود، اینو به یادگاری رستاخیز مسیح، قدرتی که در خون مسیحه، قدرتی که در روح مسیحه. چون شراب هم نشانه خون مسیحه و هم نشانه روح القدس هستش. بیام اینو بگیریم، میگیم خداوندا بدون تو ضعیفم، برای بدون تو برای خودم هم کم میارم، ولی در توی خداوند در تو قدرت دارم اونطور که تو میخوای زندگی کنم. خداوند تو برای من مردی تا به وسیله روح القدس در من برای تو زندگی کنم. تو مردی تا من فرزند تو بشم، ولی در قدرت رستاخیز حالا میتونم مثل فرزند زندگی کنم. هویت رو دادی، ولی قدرت انجامش رو تو در یک شنبه به من دادی، در روح خودت، در روح القدس که در من کار میکنه. پس همینطور که میخونیم میخوریم اینو بگیم با من تکرار کنید، بگید ای خداوند تو را شکر میکنم برای من رو صلیب رفتی تا گناهان منو ببخشی، تا زخم های منو شفا بدی، تا قلب منو عوض کنی، و تو رو شکر میکنم از مرگ برخاستی، بر مرگ پیروز شدی تا من هم پیروز باشم. امروز اعلام پیروزی میکنم، امروز اعلام قدرت میکنم، نه من، روح تو در من، بر دنیا پیروز هستم، بر نفس پیروز هستم و بر شیطان پیروز هستم، نه من بلکه تو در من. پس ای خداوند همینطور که این رو میگیریم بگید خداوند همینطور که این شراب وارد میشه روح القدس تو وارد شو و وجود منو بگیر، ضعف های منو تبدیل به قدرت کن، ناامیدی های منو تبدیل به امید کن، نمیتونم ها رو تبدیل به میتونم ها بکنه خداوند، در نام عیسی مسیح. آمین. با هم میگیریم. هللویا.
جمعه صلیب بر شما مبارک. خدا رو شکر مراسم عالی داشتیم، نه تنها یک مراسم کلیساییه بلکه یک تقدیم، یک تقدیس، یک عهد، یک ابراز ارادت، یک در واقع وقتی میایم خدا رو میپرستیم داریم میگیم خدایا مخلصی ما، همه جوره دوست داریم ما، و چون مسیح یه پیغام به من داد، به شما داد و به دنیا داد، و اون پیغام این بود، گفت من به یک دلیل برای شما مردم. و شما ایرانی ها خیلی اهل تعارفی که پاره کردنین، خیلی راحت به هم دیگه میگه الهی قربونت برم، درد و بلات به جونم بخوره، الهی بمیرم برات. مسیح میگه نه آقا جون، از این تعارف های علی گلابی نکن بی زحمت، و ما مرد عملی، ما مرد جنگی، ما مرد میدونیم. 2000 سال پیش رفتیم و عملا مردیم، چون میدونستیم شماها خیلی تعارفی که پاره میکنین، قسمت مرگ شما انجام دادیم، بالا غیرتا شماها یه کاری بکنین به خاطر من فقط زندگی کنین. و ما رو دعوت میکنه به حیات، نمیخواد از ما که بمیریم. میگه همینقدر که منو میپذیری انسانیت گذشتت میمیره. یه مثال براتون بزنم، در حینی که دعا میکردیم خدا این آورد جلو چشمم، یه عزیزی یه استخری داره تو خونشون. معمولا در آمریکا میگن آب استخرها رو هر 3 تا 5 تا 7 سال باید عوض کرد با مواد شیمیایی و فیلتر. این آب استخر رو هی بهش مواد میزنن، گاهی وقتا لجن میزنه سبز میشه ولی احیا میشه، ولی بعد به یه جایی میرسه که میگن آقا دیگه اشباع شده مواد شیمیایی، نمیشه کنترلش کرد و باید آب استخر رو عوض کرد. بعد اینجا میگن به خاطر اینکه به سبک ایران نیست استخرها، راه آب نداره زیر استخر، باید با پمپ آبو خالی بکنی. میگن فشار اون آبهای زیرزمینی ممکنه اون بتون زیر استخر رو بیاره بالا و بزنه یه خسارت عظیم به استخر خونه بزنه. خیلی ها حاضر نیستن این کارو بکنن، میگن آقا ما میایم یه سوم یا نصف آب استخر رو خالی میکنیم بعد آب جدید توش پر میکنیم. ولی جالبه بعضی وقتا استخرها به شرایطی میرسن که هر چقدر ازش خالی بکنی، اگر کامل خالیش نکنی و نشوریش، هر چقدر آب تازه بریزی بازم گند میگیره اون استخر رو، چون ماهیت اون آب فاسد شده و اون آب باید کامل عوض شه و شستشو بشه. مسیح میدونست که من و شما قابلیت این که نصف کاره، حالا یه چیزی مسیح بریزه تو ما، اون با اون انسانیت گذشتمون و این حرفا یه کاریش میکنیم دیگه، میدونست شدنی نیست. در همین اومد آقا من میرم، جون میدم، میمیرم، اونی که به من ایمان میاره در واقع در من اول میمیره، حالا یه آدم جدید زندگی میکنه. ماهیت اون آب گذشته فاسد بود، ماهیت انسانیت گذشته من فاسد بود. هللویا. و امروز من در مسیح هویت و ماهیتی تازه دارم. به همین دلیلی که من شما دعوت شدیم به یک زندگی جدید. جمعه صلیب روز آغاز اون هویت جدیده. مهم نیست چند سال هستید، مال من امروز 20 سال شد، مال برادران ارشد من خیلی بیشتر، شاید مال شما روز اوله، هیچ تفاوتی نمیکنه. به قول قدیمی ها ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، به شرط اینکه فقط بریم لب رودخونه و ماهی رو بگیریم. توی اتاق خوابمون بشینیم ماهی نمیتونیم صید کنیم، برای صید ماهی باید رفت لب آب. و من امیدوارم که از پوسته های سخت انسانیمون بیرون بیایم، بریم به رودخونه حیاتی که عیسی مسیح گفت من اون آب حیاتم، تا اون هدیه بزرگی که خدا برای من و شما مهیا کرده رو دریافت کنیم. خدا رو شکر. راستش بخواید این روز بزرگترین روز شادی ما مسیحیاست. یعنی امروز تمام بشکن و بالا به اندازا و شادی و عشق و حال و هر چی که شما اسمشو میذارید ما مسیحیا تو این روز داریم. خیلی جالبه. اصلا مسیح برای همینم ضد مذهبیون بود. همه قشنگی کار مسیح تو همینه. همه چیزش با بقیه داستانا تفاوت میکنه. بقیه وقتی گفتم تو اون یه رو به اولم، وقتی پیشواشون یه بلایی سرش اومده، یه اتفاق افتاده، تو سرزنون و سینه زنون و قمه زنون و کشکشون و خودشون هزار بلا به سر خودشون میارن، که چی شد که رهبر ما مرد؟ ما امروز بشکم میزنیم میگیم خدا رو شکر که عیسی مسیح مرد، چون برای من و ما مرد. و از اون بیشتر خدا رو شکر که اون نیش موت رو کشید، چون روز یک شنبه 3 روز بعد بلند شد. برای همین ما جشن میگیریم. پس یادتون باشه عزیزان مسیحی، مبادا که یه وقت شما مثلا این جمعه صلیب و تازه مثلا شاید ایمان آوردی، مثلا فرهنگ دیگه پیش خودت میگی آخ من رو باید عزاداری بکنم، مسیح امروز مرده دیگه، بشینیم گریه کنیم، حیف شد که عیسی مسیح مرد. شادی کنید، جشن بگیرید. ما برای همین انقدر شادیم. و یه
شور و هیجانی در قلب خود منم هست، در قلب همه مسیحیان هست و امیدوارم شما هم اونو تجربه کنید با همه وجودتون. خدا رو شکر. بچه‌های پرستش مرسی، یه دست به افتخار تیم پرستشمون بزنیم. آفرین به این جوانان در واقع عزیز و که ما رو در پرستش هدایت کردن. ارفان جان مرسی، این گیتار برقی شما امروز خیلی به برنامه و به پرستش ما اضافه کرده بود. آفرین به شما و یه دست مخصوص هم به افتخار ایشون بزنیم و خلاصه دم همتون گرم، کارتون درست و لذت بردیم. بله بفرمایید. شما پیش من بمونید. بله. اول از همه خیلی عزیزان تشکر کردم، برکت خداوند برای هر دوی شما عزیزانم خواستم. مرسی، پیام بسیار عالی بود، ما خود ما همینجا بسیار برکت گرفتیم. و این شب برای شما جای سوال باشه که فرزانه جان چرا امروز در کنار ما نیستن. متاسفانه فرزانه عزیز به خاطر میگرنی که داشتش مجبور شدش بره امرجنسی روم، اورژانس. بعد برای همین متاسفانه حالش اونقدی خوب نبود که بتونه امروز در کلیسا با ما همراه باشه. پس میخوام ازتون تقاضا بکنم که فرزانه عزیز رو در دعاهاتون داشته باشین، برش دعا بکنین برای شفای کامل. و مرسی اگه شما دعا بکنین، ما همه در دعا به شما میپیوندیم. حتما. مرسی اسرا جان. بیاد اول پس دعا کنیم، بعد بریم سراغ شهادت و خلاصه گپ و گفتگوی با هم داشته باشیم. و چقدر زیباست قسمتی که با هم دیگه در مشارکت هستیم. تو مشارکت هاست هم دیگه را بنا میکنیم. دعا هم بخشی از اون مشارکت مسیحیه که ما با هم دیگه همدل میشیم و برای نیازهای هم دیگه دعا میکنیم. و الان هم نه تنها فرزانه جان رو میخوایم، همه مریضان رو به حضور خدا ببریم. پس بیاید اگر شما هم مریضی و یا مریض داری، دستت رو بذار به سمت آسمان بلند کن و از خدایی به اون استعانت من از آسمان می آید، یاری و کمک من از آسمان می آید. خوندیم امروز با هم که به زخمهایش شفا یافتیم، کلام خدا این رو میگه که با زخمهای او شفا یافتیم و این کار رو مسیح برای ما انجام داده. بیایید امروز ایمانامون رو چاق کنیم. چجوری ایمانامون چاق میشه؟ وقتی ایمانامون رو همدیگه میذاریم. پس با هم همدل شیم و دعا کنیم. پدر به اسم عیسی مسیح اومدیم به حضور تو، شاه جلال اومدیم به حضور تو، ای بخشنده آسمان و زمین، ای که محبت رو معنا کردی و با عشق خودت ما رو لبریز کردی، ای که تو بهترینت رو دادی تا امروز تک تک ما عشق رو دریابیم، تا مفهوم اون رو بفهمیم و دریابیم که عشق فراتر از بازی با کلماته. به خاطر این مفهوم عظیم، این که تو خلقش کردی، تو خدای عشقی، تو سمبل عشقی و به خاطر عشق شفا رو به فرزندانت هدیه دادی. امروز تمامی مریضانمون رو همچنین فرزانه جان رو به حضور تو میاریم، دعا میکنیم دست شفای تو یهوه رافا، خدای شفا دهنده، بر سر تک تک مریضان باشه. خداوند فیض و برکت و رحمتت رو بریز بر هر عزیزی که امشب مریض داره، برای اون کسانی که دکترها شاید ردشون کردن، برای اون کسانی که شاید بهشون زمان دادن و گفتن تا اینقدر وقت دیگه بیشتر زنده نیستی. به نام عیسی مسیح دعا میکنم بشکنی قدرت مرگ رو و قدرت اون لعنت رو، بشکنی اون ناامیدی رو و امیدی تازه جوانه بزنه در قلب و دل و جان و افکار عزیزان ما. خداوند امشب معجزه کن عیسی جان، امشب معجزه کن و بار دیگه جلالت رو آشکار کن و شفات رو بریز بر فرزندانت. باشه که شهادت های بسیار بشنویم هفته آینده که تو در این شب خاص و در این شب مبارک چه شاهکار عظیم دیگه ای رو به فرزندانت آشکار کردی. خداوند واقعا از تو ممنونیم که هیچ چیزی در زندگی ما نیست که برای تو مهم نباشه و تو حتی به کوچکترین نیازهای ما هم حساس هستی. بله. امشب نیاز عزیزانم رو، مسئلت دل خانواده الهی رو به حضور تو میارم، هر چه که هست مطابق اراده تو از آسمان انجام بشود، چون به نام مسیح طلبیدیم. آمین. هللویا. خدا رو شکر. خدا رو شکر. بسیار ممنون از شما دو برادر عزیز، پیغام مشترک بسیار عالی. و ما چون یک شنبه ها سرویس نداریم، در واقع سرویس کلیسایمون جمعه هاست، ما جمعه صلیب و قیام و همیشه معمولا با همدیگه میریم، یعنی این دوتا با هم پکیجش میاد. برای همینم پیشاپیش از طرف خودم و کل خانواده
قیام مسیح رو هم به شما تبریک میگیم. ما نه تنها جمعه صلیبی رو به شما تبریک میگیم که قیام مسیح رو که بزرگترین عید ما مسیحیانه در واقع، یکی تولد مسیحه که البته لغتش هم تکنیکلی غلطه، من همیشه خودم میگم اینو نگی تولد نیست بلکه تجسمه در واقع، یکی تجسم مسیحه، یکی هم عید قیامه. این دوتا در واقع تکلیف ابدیت همه ما رو یه سره کرد و ویزای ما و پاسپورت آسمان رو و بهش رو و حضور خدا رو برای ابد به ما داد. پس جشن بگیریم این رو و یادمون باشه بذاریم که قدرت قیام در زندگی ما عمل بکنه. یه شهادت شفا میخوام براتون بخونم، بحث شفا و دعا و اینا بود، بذارید یه شهادت دیگه بدیم خدا جلال پیدا بکنه. از شفای تومور میخوام بگیم. تومور اسمش خیلی اسم ترسناکیه، یه سری مریضی ها، یه سری لغت ها هست تو این دنیا با شنیدن اسم اون لغت به لرزه میافتیم وقتی اسمش میاد، ترسناکه و یکی از ابزارهای شریر برای کنترل ما ترس و یکی از راههای ترس هم بیماری هاست. و صادق باشیم، همه ما با شنیدن اخبار ولوله تو دلمون میافته، ولی کلام خدا میگه مرد عادل از خبر بد چی نمیشه؟ نمی هراسد. مرد عادل یا زن عادل کسی است که به خدا و به عیسی مسیح ایمان آورده و از خبر بد نمی هراسد. چرا؟ چون به قدرت خدا ایمان داره. بریم ببینیم خداوند چه شاهکاری رو انجام داده. سلام، سبا از ایران فرزند خدا هستم. چقدر زیبا، من اصلا معرفی ایشون منو یاد رسالات عهد جدید میندازه که مثلا یعقوب برادر عیسی برمیگرده میگه یعقوب غلام و بنده عیسی مسیح، خودشو اینطوری معرفی میکنه و ایشون هم خیلی جالب انجیلوار خودشو معرفی کرد. سلام، سبا از ایران فرزند خدا هستم. سلام بر روی ماهت سبا جان، ای فرزند عزیز و مبارک خدا. 3 سال پیش در سرم توموری داشتم و حالم خیلی خراب بود، از زندگی و زمین دل کنده بودم و هیچ کس خبر نداشت. روزی که دلشکسته و ناامید در کلیسا بودم با عیسی مسیح حرف زدم و خواهشی کردم که مرا شفا بدهد، که به ثانیه نگذشته بود به صورت ناخواسته یکی از ایمانداران دست به طرف من دراز کرد و گفت به دلم افتاده برای این برادر دعا کنیم. من رفتم جلو، همه دور من جمع شدن و دست بر من گذاشته و شروع به دعا کردند. بعد 1 دقیقه من صدای دعا را دقیق نمی شنیدم، هر کس به زبانی دعا می کرد. تمام موهای بدنم سیخ شده بود، حالت نفس کشیدنم عوض شده بود، ضربان قلبم تند شده بود و کل بدنم شروع کرد به عرق کردن. دیگه هیچ صدایی را نمی شنیدم، همه جا سفید شد، فکر کردم از دنیا رفتم. از دور نور کوچکی را دیدم که با سرعت به سمتم آمد و بزرگتر شد و به من برخورد کرد. من هیچ چیز دیگر احساس نکردم، فقط احساس کردم سبک شدم و در هوا معلقم. نمیدانم بعد چه مدتی در این حالت بودم و زمانی که چشمانم باز شد و به هوش آمدم، سرود پرستشی در حال اجرا بود و من این جمله را شنیدم: شفایی تازه بخشد، جانم را سیر گرداند. البته من این قسمت دوامشو خودم اومدم، ولی منظور همین بوده، تو پرانتز اینو نوشته بودن. خیلی سرود مورد علاقه منم هست و داشتن سرود شفای تازه بخشد رو در واقع داشتن اجرا میکردن. در آن لحظه خودم را روی زمین احساس کردم، نگاه کردم دیدم روی زمین دراز کشیدم، میخواستم بلند شم ولی نمیتونستم. عزیزان ایماندار کمک کردن و من رو صندلی نشستم. ناخودآگاه از چشمانم اشک سرازیر شد، صدایی از قلبم با من حرف زد و گفت سبا تا 2 هفته دیگه هیچ اثری از تومور نخواهی یافت. من خیلی خوشحال شدم و در پوست خودم نمی گنجیدم و شروع به شکرگزاری و پرستش خداوند کردم و چون به این کلام ایمان داشتم، دقیقاً بعد از 2 هفته شفای کامل را دریافت کردم. فهمیدم عیسی مسیح همین نزدیکی هاست، فقط باید صداش کنی و با ایمان به طلبی تا دریافت کنی. من از آن روز خودم را وقف عیسی مسیح کردم، زیرا زندگیم هدیه مسیح است. هر لحظه برای مسیح زندگی می کنم، نفس می کشم، راه می روم، می نویسم، می نوازم و طراحی می کنم و قدرت مسیح را هر روز در خودم بیشتر حس می کنم.
پس هان همه چیز تازه شده و خلقتی نو در مسیح خداوند هستم. دعا میکنم امسال استادیوم آزادی در تهران مملو از ایمانداران باشد که دست در دست هم به پرستش عیسی مسیح یک دل شادی کنیم. آمین که بشود به نام مسیح. خدا رو شکر برای این شهادت عالی. سبا جان چقدر مایه افتخاره و چقدر خوشحالم که شما محتوا رو دریافتی، نه تنها شفای جسم رو گرفتی که خیلی مهمه، ولی مهمتر از اون شما پیام زندگیت رو دریافت کردی که این زندگی از این لحظه به بعد دیگه مال مسیحه و شما همه اولویت هات رفته، نگاهت درست مثل دوربینی میمونه که داره از یک زاویه نگاه میکنه و سر دوربین کارگردان ور میداره و حالا از یک جهت دیگه زیبایی های دیگه رو به تصویر میکشه که تا به حال این دوربین ندیده، چون همیشه اینوری نگاه کرده. این دقیقاً کاری که خدا با شما کرده و چقدر عالی و واقعا ممنونیم که با ما این رو قسمت کردی. اما برای شما عزیزانی که فرزندان خدا هستید، ایمانداران، گوشی رو بردارید لطفاً. مشارکت یعنی یک امر دو طرفه. وقتی خدا کاری رو در زندگی من و شما میکنه، اولین وظیفه ما اینه که خدا رو جلال بدیم و کار خدا رو اعلام کنیم. برای همین بچه‌ها برای شما گذاشتن، زیرنویس دارن میکنن. میتونید به تلگرام ما برید، میتونید به ما ایمیل بزنید، میتونید در سوشیال مدیا فیسبوک، اینستاگرام و غیره برید و اونجا شهادت هاتون رو برای ما بفرستید، صوتی و یا بنویسید، به هر ترتیبی که مایلید، و کار خدا رو اعلام کنید و بگذارید که خدا از طریق شما جلال بیابه. جلال یافتن خدا، جلال دادن خدا یعنی خدا از طریق من نشان داده و نمایان بشه. من اجازه بدم خدا رو دیگران در من و از طریق من ببینن، این میشه جلال خدا. کار خدا، حضور خدا، عمل دست خدا از طریق من و ما جاری بشه و چقدر عالیه. اما مطلبی داری شما؟ بله که شما باز مطلب دارم، بفرمایید. فقط یادآوری، چون این هفته دانشگاه هفت بود و هفته تجهیز، میخوام یادآوری کنم روز دوشنبه با شاگردای کلاس و اونایی که ثبت نام کردید یا در این دو سه روز خواهید کرد، لینکی براتون میفرستیم که دوشنبه با من یک برنامه خصوصی روی ایر خواهید داشت. همین دوشنبه که میاد 22 آوریل یعنی 2 اردیبهشت، ساعت‌ها همه یکیه ولی به وقت ایران 11:30 شب، لندن 8 و دالاس وقت آمریکا 2 بعد از ظهر دالاس، همتون رو می‌بینیم. میگید چیکار کنیم؟ میرید رو دانشگاه 7.com، اگر تا حالا نرفتید اونجا ثبت نام می‌کنید. ثبت نام خیلی ساده است، فقط ایمیلتو می‌زنید و بعد براتون لینک میاد و روی زوم اون لینک رو در اون ساعت، اون لینک رو زودتر بزنید هیچ جا نمیرید، در اون ساعتی که جلسه هست لینک رو بزنید میاد، خیلی هم امنه، پاکم میشه. بعدا هر کی بیاد بگه لینک، میگه خب این لینک هیچ جا نمیره. یکی از بهترین راه‌های جلسه روی آنلاین که هم داخل ایران خارج ایران میتونید در اون یک ساعت بیایید با هم در ارتباط و مشارکت باشیم. راجع به که این دانشگاه تجهیز بیشتر با شما صحبت میکنیم، سوال میکنیم، همدیگر رو میشناسیم و کار بزرگی رو با هم شروع کردیم. خدا رو شکر برای عزیزانی که تو این یک هفته رفتید و کار رو شروع کردید. این مهمترین، اساسی ترین کاریه که شبکه هفت و کلیسای هفت داره انجام میده و در آینده ما روی این تمرکز میکنیم. برای رو چی تمرکز میکنیم؟ روی شما مسیحیانی که در روح قوی، در کلام قوی، در زندگی پر از نور الهی هم برکت بگیرید و هم برکت باشید. دعوتتون میکنم بیایید عزیزان. این دانشگاه فقط یک کلاس نیست، این دانشگاه دعوت اینه که بیایید در کنار هم رشد کنیم، شبیه مسیح بشیم و دنیا رو، کشورمون رو با هم عوض کنیم. خواهد شد، خواهد شد برای اونایی که باور دارید، برای اونایی که ایمان دارید، برای اونایی که قدم رو بر میدارید و این اتصال و این اتحاد رو به وجود میارید. دعوتتون میکنم بیایید، برید همین، اگه ثبت نام نکردید دانشگاه 7.com برید ثبت نام کنید. بعضی ها میگن یعنی شما دانشگاه شروع کردید؟ ما با یک مدرسه تجهیز شروع کردیم. میگه خب چرا اسمشو میذاری دانشگاه؟ من اینطوری تصویرم به این تصویر اومد که یکی داره ساختمان میسازه، میگه چی داری چیکار میکنی؟ کلیسا میسازم. خب این کلیسا نیست، تو آجر رو هم گذاشتی شروع کردی؟ نه، این کلیساست.
چون اون رویای کلیساست و اون خواهد شد. صبر کن، ولی با این اتاق شروع میشه، با این دیوار شروع میشه، با این قدم‌های اولیه شروع میشه. قدم اولیه ما تجهیز شماست، مجهز شدن. مجهز شدن یعنی به کسی یه چیزی رو بدی، وسایلی رو بهش بدی، تعلیمش هم یادش هم بدی از این وسایل چطور استفاده کنه تا بتونه برای کار خاصی آماده بشه و عمل کنه. ما مسیحیان خوانده شدیم عوض شیم و دنیا رو عوض کنیم. دعوتتون میکنم دوستان عزیزم، عزیزانی که سالها دلتون به ما چسبیده، میگید حالا باید چه کار کنم، قدم بعدی اینه که در این مدرسه با ما همراه بشید، هم رشد کنید هم همکاری. خدا رو شکر برای اونایی که کردید، منتظر بقیه‌تون هستم. بله خدا رو شکر. اما دعا میکنم که واقعا اون دسته از شما عزیزانی که کلیسای محلی دارید، یک شنبه قیام رو در کنار هم جشن بگیرید و با همدیگه به یاد بیارید کار عظیمی رو که عیسی مسیح انجام داد. هفته مبارکی رو برای تک تک شما عزیزان میطلبیم. باشه که فیض خداوند ما عیسی مسیح، شراکت و رفاقت روح القدس و محبت ازلی خدای پدر با شما و با همه ما بماند و در او زورآور و قوی باشید. مبارک باشید تا هفته آینده. خدا نگهدار شما. سارا برافرازید و شادی کنید، هم بشنوید باور و تود و ساز، با رقص و آواز سوی شاییم. سارا برافرازید و شادی کنید، هم بشنوید و تو دوست با نفس و آواز توی شایی. خانیم خدای قدوس، قوت از آن او، خانیم شکر لویا، جلال بر نام او. نامش را به ستایی، قوت روح را به طلبی، تو فیضش خدای مشیر را سپاس گوییم. خوانیم خدای قدوس، قوت از آن او، خوانیم شکر لویا، جلال بر نام او. خوانیم خدای قدوس، قوت از آن او، خوانیم شکر لویا.